حالا این دو تا عنوان خبرنگاران حالت همون بازجویی بود و اشکالش هم این است که در گذشته خیلی ها قبول نداشتن پایه‌های علمی بنیانگذاران شما را و در مسائل قبول نداشتن محکمه مثل من خیلیم به خودشون گفتم که موسوی خوینی ها در هنگامی که محاکمه می شد با اینکه از رجال خودتون بود مستندات این رو نشون می داد اعلام می کرد که این دادگاه و دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. همچنین های مختلف بودن از وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی و ویژه و چند خبرنگار از تلویزیون بود و از جامعه جمع بیرون علی بود و از روزنامه جامعه جمع بود. قرار این بود که سوال کردن راجع به این که شما قبول ندارید محاکمتون رو، گفتم نه به خاطر اینکه اینا رو عادل نمیدونم و گفتم که این قاضی حسینی که عادل نیست هیچی، اون ارباب شورالدینی هم عادل نیست، چون به خانواده من و خود من گفته است وقتی بچه من گریه میکردن پیشش گفته اگه شما 30 نفر اینجا گریه کنید من انقدر سنگ دلم که در من اثر نمیکنه، من اختلاف مشق دین سنتیه. و بعد هم گفته بود که من بارها به هم خودم گفتم هم به دیگران که من 10,000 نفر رو حکم اعدام دادم. اینا نشون میدهد که اینها دلتنگن و نمیشن قاضی باشن. قاضی باید وقت به قاضی القضات که خداست باشن. بعد هم بهشون گفتم که من خواهر اعاده دادرسی هستم به حضور خبرنگاران بدون مرز و حقوقداران سازمان ملل و اینا قبول نکردن، گفتن اینجوری آبروی نظام میره، آبروی لباس روحانیت میره. گفتم به هر حال بخواید آبروش مره تو تاریخ اتفاق افتاده. بعد هم گفتن که کسی طرفدار دین سنتی نیست و همه خواهان دین سیاسی هستن. گفتم به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینکه در انتخابات همه میان و در راهپیمایی هستن. گفتم و اما انتخابات کروبی که از بزرگان خودتون هر اعلام کرد که من رو بودم یه ساعت خوابیدم بیدار شدم دیدم احمدی نژاد رو معلوم میشه دست میبره تو این انتخابات، انتخاباتی که از طریق شورای نگهبان و وزارت کشور انجام میشه که مال خودتون نمیتونه مشروع باشه. و بعد هم در برای دادتر و دادگاه ویژه روحانیت گفتم وجاهت قانونی نداره، من در وردی وزارت اطلاعات اونجا گفتم دلیل چیه؟ گفتم باز از خودتون موسوی خوینی که دادستان اول انقلاب بود وقتی محاکمش میکردید در روزنامه سلام اعلام کرد مستنداتش رو نشون داد که این دادگاه نامشروعه و همچنین عبدالله نوری که وزیر خودتون بود مستنداتش رو در وقت محاکمش اعلام کرد که شما نامشروعید. بعد هم در زمینه خودم گفتم من اگر میخواید بدونید که چقدر ملت با من همراه هست یک هفته من مهلت بدید من بیام بیرون از طریق روزنامه های مستقل فراخوان عمومی کنم از ملت ایران و اعلام کنم هر کس طرفدار دین آبا اجدادی شده مخالف مذهب سیاسی یک ساعت در خیابان به طور مسالمت‌آمیز حضور داشته باشه، اگر جمعیت ما از جمعیت 20 بهمن شما بیشتر نبود من را اعدام کنیم. که بعد برای شدید سنگین بود گفتن که بله خب ممکنه این جمعیت بیاد همه لاتولوز و بدحجاب و بیدین و منافع و مخالف و طرفدار آمریکا باشن. گفتم یعنی این جمعیت به این زیادی که من میگم جمع میشن همه مخالف دینن. در هر حال مستندات دیگری داشتم در زمینه قتل پدر و مادرم که بهشون گفتم، گفتن اینا پیر بودن بعد میمردن. گفتم که من مستند دارم اونتا به شما نمیگم چون شما مهندسی در نظر من از نظر من تمام این تشکیلات مجرم وزارت اطلاعات ویژه همه چیز تلویزیون همه اینا یک ید واحده هستن که استبداد دارن و صحیح من در شکنجه ما. و بعد هم گفتم بهشون در زمینه مادرم موقعی که سرداد طلایی حمله کرد با قشونش مواد میکروبی زد خیلی اون روز به بعد کشته شدن تا همین حالا ادامه داره چلومه ایشون تازه تموم شده، افراد زیادی مبتلا به بیماری مغزی و کبد و معده شدن سرطان گرفتن مادر من جز اینا بود. و
گفتم بهشون منو شکنجه کردی، گفتن که تو نمیتونی ثابت کنی. گفتم که اون محاکمی که مورد نظر منه اثبات پذیره. و بعد هم در زمینه مسائل دیگه بحث شد از قبیل این که گفتن به من، به اونا گفتن شما، اونا من گفتن شما صلاحیت دخالت در ذکر دادن نداشتید، مستمسکشون همون قانون بلغلمه که ذکر نوایی. گفتم که این بحث یا اینکه اول انقلاب یکی از علمای شما که خانش به نام الخمینی فی القرآن و استناد کنید که 400 آیه در شأن و مقام آقای خمینی وارد شده، گفتم این بدتره یا این، اون تحریف قرآن یا این. بعد هم گفتم که در مسائل علمی بهشون گفتم ما در مقام نیستید بخواید من را امتحان کنید چون شما مجرمید. گفتم بریم پیش یک مرجع مستقل، نه مثل آقای آرتر تکارم که حکم تخریب قبل پدر من را صادر کرده، پیش یک فردی مثل آقای وحید خراسانی بریم من گزارش چند ساله ستم شما رو بدم و بعد شما را امتحان کنید آیا من لیاقت رهبریت دینی دارم یا نه. بعد هم از اول هم خیلی فشار و من خیلی روزه بودم، خیلی به بدنم حال اومد، بلکه اومدم جا افتادم. به هر حال خواست خدا بود که برای اولین بار من به تاریخ معاصر حرفامو بزنم و این مستندش اگه نوارش پیدا بشه برای ثبت در تاریخ خیلی معاصره. نوارش الان هم در تلویزیون هست، هم در روزنامه جامعه جمع هست، هم در شبکه ماهواره‌ای جامعه جمع هست. اگر هر کس بتونه دست بیاره خدمت بزرگی به تاریخ ایران کرد. و بعد هم اینا تصدیق کردن که به من اذیت کردن، گفتن بله شما حق دارید، دو سال اذیت آزار شدید و این سوء ظنتون نسبت به ما برای همینه. گفتم بله دادستان کنم. بارها گفت ما تو رو خیلی اذیت کردیم، لذا من گفتید ولی به من فحش بده. چند بار تکرار کرد جلوی استخایی اجرای احکام، ولی من فحش نمیدم، من حقیقتو میگم که دنیا بدونه. بعد هم بشه خودم بودم خیالتون راحت باشه دیگه، با شانتاجکاری نمیکنه تیم علکی بسازید برای من پخش. الان دنیا دنیای متمدنه، دنیای رسانه ها، دنیا همه میدونن که شما تذریع کردید، ده نفر رو نشون میدید و اسم و عکس منو میارید جلو و میگید این بروز جدی میخواید ترور شخصیت کنید، ولی با این جهت خودتون رو میدید با این همه که میگید الان من یک فراخوان عمومی از ملت ایران کنم قطعا 10 میلیون نفر در تهران جمع میشن و اظهار براهت از دین سیاسی میکنن. بعد هم دیگه ما رو تحقیق کردن که اینطور نیست و اگرم تو بری بیرون یقینا حزب الله تو رو به طرق مختلف خواهد کشت. و گفتم دو ساله که به من تحقیم اتهام میکنید که من باید کشته بشم. یعنی بارها من رو دیده خانواده هم دیگه من نابود بشه و الان هم من که بیماری زیاد دارم بیمارستان زندان میدم به خاطر همین قضاتون رو نمیخوام تو زندان، به خاطر همین که شما بارها گفتید من خواهید کشت. من آمادم برای کشته شدن و اینم که کامل به وضوح دارم حرف میزنم به خاطر این است که گفتم اگر فردا من از دنیا رفتم لاغر دنیا در جریان اخبار شما باشه. از حرفهای مهمی که من به اونا زدم، اونا به من گفتن تو چه رهبر دینی هستی که بوش از تو حمایت میکنه، ناتو از تو حمایت میکنه، سولانا از تو حمایت میکنه، غرب از تو حمایت میکنه. گفتم که دین سیاسی هم روسیه و چین ازش حمایت میکنه. گفت نه حمایت نمیکنه. گفتم اگه حمایت نکرد نمیکرد که شما نمیتونید جلوی امریکا بیستی. شما ثابت میکنید که دین سیاسی برتره. من میگم دین سنتی حق مستعظمان یکیش همینه. بعد ازشون خواستم که یک مناظره زنده بین من و اجرای وزیر اطلاعات ترتیب بدن تا من با ایشون مباحثه های علمی و اعتباری و ایمانی و اخلاقی و حقوقی داشته باشم. در حال اینا بود و دیگه کاملا مشخصه، یعنی از حرفاشون معلوم بود مثل اسفند روی آتیش می سوختن از اینکه کار به آبروزی کشیده. حتی من گفتم محکمه عمومی ایجاد کنید، گفتن که اعتبارهای آبرو نظام برای راهپیمایی، گفتن بعد از 30 سال بیایم دوباره حقانیت نظام رو بیره سوال ببریم. بعدم خودشون علنا گفتن، معاون وزارت اطلاعات گفتش که ما اشتباه کردیم، تو داشتی ماهی یه دونه منبر روزه میرفتیم، ما بیخودی تو رو اینجوری بزرگت کردیم، انداختیمت به جون خودم. عکس زیادی انداختن. من حالم بد بود، من نیمه نشسته افتاده بودم رو میز که اگه فیلمو پخشن ببینن با من چه کردن. خبرنگار مجله روزنامه
جامعه هم بود که یک مرتب از من عکسی تو مجله انداخته بودن و اهانت کرده بودن. گفتم اگه تو من بهش گفتم تو وزارتی هستی، گفتم من کارش نشون دادم، گفتم خبر ندارم، گفتم اگه راست میگی از قول من در روز اومد بنویس. تو گفت حسین گفت منو شکنجه کردن، مرد هستی از قول من بنویس. تو گفت حسین گفتم منو شکنجه کردن، گفت حسین گفت که اینها عادل از قول من ولی نیستید و شما نورخورید. ان شاء الله سلامت باشید، ان شاء الله خداوند یاری کنه، خدا یاریتون کنه.